شاید پیش خودتان بگویید وقتی رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب می شود، تنفیذ چه جایگاهی دارد؟ تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و باید قبل از مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهور انجام شود تا در صورت انحراف از اصل تعیین شده او را فاقد اعتبار و مشروعیت کند. بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تا کنون در پیش داشتند، یعنی راه آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زورگویان و مستکبران، پایبند باشند. اصلی که در مراسم تنفیذ اولین رئیس جمهور خیلی به کار آمد، در 15 بهمن 58 حکم بنی صدر تنفیذ شد، ولی اولین رئیس جمهوری شد که نتوانست دوره 4 ساله را به پایان برساند. به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم. قسم دروغی که به تدریج برملا و در 31 خرداد 60 توسط مجلس برکنار شد. دوم مرداد ماه بود که همین مردم پای صندوق رأی رفتن و در برگه ها نوشتند محمد علی رجایی تا دومین تنفیذ در حسینیه جماران باشد. اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا اونجا که در توان دارم بکوشم. کابینه‌ای که جلساتش 5 ساعته بود تا مردم به جای برنامه عمل ببینند. مردم به جای برنامه دادن عمل می‌کنند. اما فقط 25 روز بعد از تشکیل دولت، 8 شهریور ماه 1360، وقتی گرمای ظهر تابستانی فروکش نکرده بود، انفجار در دفتر نخست وزیری شهیدش کرد تا در عرض 3 سال سومین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم. با رأی مردم روز 17 مهر 1360 حکم ریاست جمهوری به سید علی خامنه ای رسید. مردم پاکدل و بی‌آلایش ما در روز 10 مهر ماه نه به یک شخص بل به خط و جریانی رأی اعتماد دادند که مشخصه بارز آن وفاداری به اسلام و انقلاب و خدمتگزاری به محرومان و مستضعفان است. ایشان اولین رئیس جمهور در ایران بود که توانست دوره 4 ساله خود را به پایان ببرد. در تاریخ 12 شهریور 1364 برای بار دوم حکم ریاست جمهوری سید علی خامنه ای توسط امام خامنه ای تنفیذ شد. حکمی که با اشاره به خدمات 4 ساله گذشتش او را فردی صادق با تعهد و روشنبین معرفی کرده بود. روز 12 مرداد 1368 حکم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران تنفیذ شد، اما نه به دست امام. من در موقعی که خودم رو آماده می کردم برای نامزدی ریاست جمهوری، به مخیلم هم خطور نمی کرد که حکمم رو از دستیشون نخواهم گرفت. رهبر انقلاب همچنین بار دیگر در تاریخ 5 مرداد 1372 برای بار دوم حکم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی را تنفیذ کرد. دوم خرداد 1376 آقای سید محمد خاتمی 11,713,679 رأی آغازگر دورانی بود که به دوران اصلاحات و دوم خردادی معروف شد. در 12 مرداد 1380 برای بار دوم حکم ریاست جمهوری محمد خاتمی تنفیذ شد، اما 4 سال بعد در همین حسینیه حکم به دست محمود احمدی نژاد رسید، چون مردم کسی را انتخاب کرده بودند که با شعار انتخاباتی می شود و می توانیم وارد رقابت شده بود. عدالت در توزیع فرصت ها و امکانات،
تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود. در سال 1388 دور دهم ریاست جمهوری برگزار و مجدداً محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری برگزیده و در 12 مرداد ماه حکم تنفیذ شد. در 1392 حسن روحانی با وعده بهبود شرایط کشور و تغییر سیاست‌های اقتصادی و خارجی و فرهنگی با رأی مردم جانشین احمدی نژاد شد. حداقل انتظار مردم در این انتخابات از دولت جدید ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهای مختلفی است که امروز کشور با آن مواجه است. اعتدالیون هم برای بار دوم توانستند حکم تنفیذ بگیرند. 12 مرداد 1400، در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، مردم با زبان رأی با نظام و رهبری تجدید پیمان کردند تا رهبر هم به پیروی از مردم، رأی ملت را به دولت مردمی و ایران قوی تنفیذ کند.